اندونزیا یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی است که شمار قابل ملاحظه از زنان مصروف آموزش و پرورش هستند و بخشی از زیاد از زنان هم مصروف کار هستند. اکنون وزیر امور زنان اندونزیا به هدف بهبود و شریک ساختن تجربهشان با زنان افغانستان به افغانستان سفر کرده است تا همکاری های هر دو کشور بیشتر و افزایش پیدا بکنند. که در همین مورد گفتگوی ویژه داریم با بانو یوهانا یمبایس، وزیر امور زنان اندونزیا. به افغانستان خوش آمدید. اجازه بدهید در نخست در مورد هدف سفر شما بدانم که آجندای سفر شما چیست؟ Okay, I'm going to tell you my purpose of traveling here. The first one is I got the invitation from the درست است. من درباره هدف سفرم به افغانستان می گویم. من به دعوت نخست بانوی افغانستان به اینجا آمدم تا در سمپوزیوم زنان به عنوان سخنران کلیدی و پیام‌آور صلح حرف بزنم. دوم اینکه من با وزیر امور زنان افغانستان گفتگوهایی داشتم که در سال 2015 هم این کار انجام شده بود و این در تعقیب آن انجام می شود. در نیویورک هم با هم دیدم بودیم و من به او وعده کرده بودم که من به کشور شما سفر می کنم و در آن زمان ما درباره چیزهایی که باید انجام شوند گفتگو کردیم. به نظرم این دنباله گفتگوهایی است که رئیس جمهور شما با رئیس جمهور ما، یعنی رئیس جمهور اندونزیا، چند ماه پیش انجام داده بودند. شما وضعیت زنان را در افغانستان چگونه ارزیابی کردید و روند خودکفایی زنان در این کشور چگونه است؟ نظر به چیزهایی که من در سمپوزیوم دیدم و شنیدم، برخی از زنان می گفتند که آنان برای دفاع از حقوق زنان برای 4 دهه تلاش کردند. من با وزیر امور زنان در دفتر کارشان دیدار کردم. با آنان گفتند که کارهای زیاد در این زمینه کردند و من از این تلاشهایشان قدردانی می کنم. آنان همچنان با وزارتهای مربوطه دیگر کار کردند تا وضعیت زنان را بهتر سازند. به نظرم پیشرفت زنان در افغانستان به آهستگی صورت گرفته است. قسم که شما در مورد گذشته افغانستان معلومات دارید، با در نظر داشت انکشافاتی که در بخش زنان در اندونزیا صورت گرفته است، وضعیت زنان افغانستان و اندونزیا را چگونه مقایسه میکنید؟ The situation of women in Afghanistan in a state of education, in a state of working in factors. Yeah, actually I don't really like to compare things, yeah. اتفاقا نمیخوام این را مقایسه کنم، اما از این که وظیفه من به عنوان وزیر زنان هست میخوام چیزهایی را که در اندونزیا داریم در مقایسه با افغانستان از آن یادآوری کنم. از آنجایی که وزیر امور زنان کشور شما گفتند که وزارتشان تنها 15 سال است در حالی که از ما نزدیک به 50 سال است، بنابراین کارها و پیشرفتهای زیاد انجام شدند. اندونزیا یک کشور بزرگ با 255 میلیون جمعیت است که از آن جمله 133 میلیون زنان و 87 میلیون کودکانند. بنابراین من مسئول زنان و کودکان در کشورم هستم و این کار است بس دشوار. همچنان وزیران پیشین از من نیست در این راستا تلاش کردند تا وضعیت زنان را آهسته آهسته تغییر دهند. به نظرم عنعنات کشورم طوری‌اند که مردان بر همه بخش ها از جمله توسعه ملی و دیگر بخش ها تسلط دارند. نمیدانم که آیا در افغانستان همچنین وضعیتی است یا نه. به نظرم این ویژگی در هر کشور است. از همین رو همه ما اینجا هستیم و به عنوان وزیر زنان کار میکنیم تا زنان را یک جا با مردان در توسعه کشورشان سهم دهیم. ما کارهای زیاد کرده ایم. ما با وزیران مربوطه خود کار میکنیم. شما همچنین میکنید. همانطوری که وزیرتان برایم گفتند، شما پشتیبانی بزرگ از سوی نخست بانوی
افغانستان دارید. یک نمونه آن همین سمپوزیوم است که تاکنون 4 بار برگزار شده است و در آن زنان از تمام ولایت ها می آیند و این یک فرصت بسیار بزرگ و خوب برای زنان است. آنان درک کردند که در جامعه مهمند. And this is such a good opportunity for the women, and they realize that they are now important in the society. As you mentioned, that Indonesia is a developed country. همان گونه که شما اشاره کردید، اندونزیا یک کشور انکشاف یافته است. اندونزیا با تجربه تر نسبت به افغانستان است. مشخصا چه همکاری در بخش خودکفایی زنان در افغانستان انجام داده می تواند. با در نظر داشته مشترکات فرهنگی و مذهبی که این دو کشور دارند. برخی از کشورهای مسلمان به من گفتند که وضعیت در اندونزیا متفاوت است و آنان بسیار مدرنند. این از بهر آن است که ما در بخش اقتصاد و آموزش و پرورش زنان در حال پیشرفت خوب هستیم. در کابینه کشور ما 9 عضو زن داریم. ما زمان رئیس جمهور زن هم داشتیم. بنابراین یک روز هیلاری کلینتون به برخی از زنان از کشورهای اسلامی گفت که باید از اندونزیا بیاموزند. The ladies from the Muslim countries go and learn from Indonesia. So I have to be ready to help any countries, especially those in. خب شما مشخصاً با افغانستان چی کار کرده می توانید؟ I think mostly like Iran. بله، کشورهای مانند افغانستان و ایران با پیشرفت‌های اقتصادی زنان علاقمند هستند. به نظرم باید به صنایع داخلی اولویت داده شود و بالای این کار شود که چگونه اقتصاد زنان را از راه مهارت‌های کوچک بلند ببریم. این یک راه است که می‌تواند خشونت را کاهش دهد. بلند بردن سطح اقتصاد یکی از راه‌هایی است که زنان و مردان با هم کار می‌کنند و سطح خشونت می‌تواند پایین آورده شود. شما چه پیشنهاد برای بانوی نخست داشتید؟ برای خودکفایی زنان در افغانستان و چه موارد باید در اولویت کار حکومت باشند؟ آموزش و پرورش در اندونزیا طور است که هر شهروند کشور ما حق آموزش و پرورش را دارند. من نخست از نخست بانوی افغانستان به خاطر توجهشان به زنان افغانستان قدردانی کردم و برایش گفتم که ما باید زنان را نجات دهیم، به خاطر که اگر زنان را نجات دهیم ملت را نجات دادیم. اگر یک زن را در افغانستان نجات دهید شما جمهوریت افغانستان را نجات دادید. اگر یک طفل را نجات دهید شما آینده افغانستان را نجات دادید. بنابراین ما باید با هم کار کنیم. ما حکومت افغانستان را حمایت می کنیم، زیرا افغانستان یک از اولویت های رئیس جمهور کشور ما است. رئیس جمهور افغانستان به رئیس جمهور کشور ما گفت که آنان در زمینه تقویت زنان یک جا کار خواهند کرد. از همین رو حالا وظیفه من این است که این کار را ادامه دهم. من خوش هستم که شما یک نخست بانوی بسیار خوب دارید که می تواند با ما و با جامعه جهانی به خوبی کار کند. آیا شما برنامه مشخص برای همکاری بانوان افغان دارید تا زمینه آموزش آنان را در اندونزیا مساعد سازید؟ امروز ما یک نشست با وزیر امور زنان داشتیم و او برای ما گفت که برای زنان بورسیه ها تهیه کنند. با من زمانی که به کشورم بازگشتم با مقام های مربوط از جمله وزیر تحصیلات عالی اندونزیا این موضوع را در میان خواهم گذاشت تا برخی از زنان را برای بورسیه و تحصیلات عالی به این کشور بخواند. بله، این کار است که ما انجام خواهیم داد. به نظرم آموزش و پرورش بسیار مهم است. هر دختر افغان باید به مکتب برود و آنان باید با سواد باشند تا باشد که این کشور را بیشتر آباد کند. بنابراین ما آماده ایم که در بخش بورسیه ها همکاری کنیم. از سوی وزارت ما هم می خواهم بگویم که ما می توانیم که در این زمینه همکاری کنیم. To send about 5 ladies to come and study in Indonesia according to the needs
the Afghanistan, I mean the Republic of Afghanistan need from us in Indonesia. در آخر می خواهم پیام مشخص شما را در مورد بانوان و دختران افغان بدانم. می خواهم به تمامی زنان افغانستان بگویم هیچگاه دست بردار نباشند. بیدار باشند، ظرفیت های خود را در توانمندسازی از زنان به کار ببرند. ما باید کودکان را در افغانستان نجات دهیم. همانطور که گفت اگر یک زن را نجات دهیم، ما تمام کشور را نجات دادیم. و اگر یک کودک را نجات دهیم، آینده کشور را نجات دادیم. در کشوری که ناامنی ها افزایش بیابد، چگونه می توانیم زندگی کودکان را نجات بدهیم؟ به نظرم هر کشور نوعی از خشونت را دارد. اندونزیا نیز خشونت نوع خودش را دارد. می خواهم در باره زنان افغان بگویم که تمامشان در خانواده ها متوجه کودکانشان باشند. آنان را به مکتب بفرستند و همچنان همسرانشان را کمک کنند و یک جا کار کنند و کودکانشان را بزرگ کنند و همچنان اقتصاد خانوادهشان را بالا ببرند. ما شمار از برنامه هایی را داریم که برای نجات کودکان هستند. این برنامه به سطح ولایات و ولسوالی ها هستند که بر بنیاد آن هر کودک می تواند به مکتب برود. We can share things together. Indonesia is ready because we have some programs like, you know, there to save children. We have child-friendly program that we, all the what is that the government from the provincial until the what is that district should implement 31 indicators like all every child has to go to school. That's one of the indicator. In this case, what do you think? ارزیابی شما چی است؟ فعالیت نهادهای خصوصی در این بخش که اشاره کردید می تواند مؤثر باشد یا حکومت برنامه های مشخص را روی دست داشته باشد؟ نظرم حکومت باید برنامه هایی داشته باشد. مسئولیت حکومت از سوی کنوانسیون جهانی درباره کودکان مشخص شده است. ما قانون حفاظت از کودکان را داریم. رئیس جمهور اندونزیا این قانون را توشیح کرد که به ما اجازه می دهد که از کودکان حمایت و حفاظت کنیم و متوجه آنان باشیم. از این روز که ما برنامه کودکان را داریم. ما برنامه های محلی داریم که از طریق آن تمام شکایات و مشکلات درج می شوند و می توانند از سوی همان اداره محلی حل شود و همچنان برخی از موارد را به محکمه نیز راجع می کنند. این برنامه هایی هستند که ما می توانیم با زنان افغان شریک سازیم و با آنان در این زمینه کار کنیم. So the programs like that we have that Indonesia so we can share together with the Afghan woman. سپاسگزارم. از شما هم خیلی سپاس.